امینه خورسال که در 7 ماهگی از آغوش پدر و مادر محروم شده است، هنوز نمیداند در اطرافش چی گپ و کار میگذرد. او همچنین سرفهم نمی رود که چرا بیبی مادری و پدریش در روی حوالی در حضور او سر و صدا می کنند و هر یک او را به طرف خود می کشد. والدان امینه هم مثل پدر و مادران بعضی کودکان دیگر در تاجیکستان در مهاجرت کار قرار دارند. آنها هنوز بعد چند ماهی تولد امینه از هم جدا شدند. او در تربیه بیبی مادریش است. اما مادر کلون پدری اخیراً برای با خود گرفتن امینه به دادگاه ناحیه سنگوار شکایت برده است. به اطلاع دیلا ناردانایی و مادر کلون امینه نبیرش در دست نزدیکان مادرش خوب پرستاری نمی شدند. دیلا ناردانایی و می گوید کودک چندین مدت در پرستاری یک دختر نورس قرار داشت. و محض همین هم آنها را وادار کرد به دادگاه شکایت برند. سر به همش غلط بدن، نوخی تازه در تنش نداشت، نوخونی دستش غلط شده، اگه پریخون در نوخونش جقبی دستش کشل، خیلی پا و پاچست پاچ همش افلاس، لباس هست افلاس، من هر موقع با چم تومیلون لباس میخرم بیا کدک ادک، تنه کدک نه یکون با لباس نیم، نه یکون توفشی، نه یکون نفسی. با گفته این زن پسرش مسلم ناردانایف که در مسکو کار و زندگی دارد، برای تربیه امینه به نام او وکالتنامه فرستاده است تا در دادگاه او را نمایندگی کنند و کودک را در غیب پدر و مادر به تربیه بگیرند. خود مسلم در صحبت با رادیوی آزادی گفت حالا امکانیت بازگشت به وطن را ندارد و باید برای صاحب منزل شدن کار کند. اما میگوید نسبت تقدیر دخترش بی‌طرف نیست. در دادگاه ناحیه سنگوار یا طویل‌دره شکایت مادر کلان را برای با خود گرفتن نبیره تصدیق کردند و گفتند بحث این دو مادر کلان چند سال باز ادامه دارد. بحث دادگاهی آنها قبلا برای واخوری با نبیره سر زده بود. طبق دعوای قبلی یک جانب به جانب دیگر برای دیداربینی با کودک مانع ایجاد میکرده است. با بحث این دو مادر کلان ناظران منطقوی و کمیسه حقوق کودک هم وارد شدند. آنها یک جایه وضع نگهبین کودک را آموخته خلاصه خود را به دادگاه ارائه کردند. یک مسئول بخش زنان ناحیه طویل‌دره روز 1 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت حسی کودکی ما رفته دیده سرایت کودک و مادری میگه در مادر نمونه برای که سرایت نگه بینی کودک نداره. اما گلبهار قندوه بیبی مادری امینه که کودک همراهش است میگوید او به هیچ وجه کودک را از خود جدا نخواهد کرد. این مادر کلان ادعاها را در رابطه با آن که امینه در شرایط بد تربیه میگیرد رد میکند. گلبهار قندوه میگوید فقط برای حل یک مشکل خود برای چند مدت به روسیه رفته بود و امینه هم در دست دخترش که صنف 11 میخواند قرار داشت. کودک در وقت سمو زنگ اومد اعلان کرد گفت که انگه چی گلگ های بچه من است که نایتاو نوتاو ما در کورش نداریم و ما کلش نداریم نکی دیگه نمید مش خواهر من صدقه برای که من اومد ابروی دوست و دشمن در بلوی چاقمان در اعلان کرد نایتاری بوده در کنه من. مرجانه مادری امینه خورسال هم که 3 سال باز در روسیه در مغازه کار میکند میگوید وقتی هنوز کودک در بطنش 2 ماه بود شوهرش او را ترک کرده و به روسیه رفت. حالا او میگوید میخواهد دخترش را با خود برد، اما برای این باز هم اجازه پدری کودک لازم است. بحث دادگاهی دو مادر کلان برای به تربیه گرفتن نبیره در حال است که والدان امینه از ماهای اول تولد او در مهاجرتند و معلوم نیست که تا کی این دوره آنها از فرزند ادامه خواهد کرد. امینه هم حالا مادر کلان از طرف مادریش را آچه میگوید. اگرچه به نقل بیبی مادرش را هم خیلی دوست می‌دارد و همیشه انتظار راهش است.